و مجموعه خبری ساعت ده با من یماس یاوش خوش آمدید. سرخط خبرها. جنگ کرسی در اداره حمایت از سرمایه گذاری، تغییر معاونان اداره آیسا جنجال برپا کرد. پلیاس دخ دای در طرق حکومت ده، در طرق نظام ده، در طرق پختنه ده. دلیلی که ما امو تغییرات آوردیم بمی است که این تغییرات میایا و این تغییرات انشالله عملی میکنه. عقب نشینی مجلس نمایندگان از پیگیری سند استخباراتی با پاکستان، مجلس نمایندگان فراخوانی مشاور امنیت ملی را از آجندا بیرون کرده است. مسئولین بیان امو مواد را برای ما بگن، بعد از سرش فیصله میکنیم، تصمیم خود را میگیریم. سر از باز چه معامله شد؟ هغه څنګه کېدلې چې بیا په کمیټه روسا کې پر هغه باندې فیصله کیږي او هغه بیرته د اجنډا څخه ایستل کیږي. تجارت مقام های پیشین معارف از نام مکاتب، مقام های پیشین وزارت معارف با دادن آمارهای نادرست از مکتب ها پول های انگفتی را حیف و میل کردند. واقعا در بعضی مناطق ناامن مکتب ها وجود نداره، ولی امکاناتش، امتیازاتش، پول چوب مکتبش، پول معلمش و چی و چی و چی گرفته میشه. و نخست وزیر آلمان همچنان قدرتمندترین زن جهان. به نام خدا و شب شما بخیر. وزیر تجارت و صنایع خلاف قانون سرمایه گذاری ها برای اداره حمایت از سرمایه گذاری ها سه معاون معرفی کرده است. سرپرست آیسا می گوید که این سه نفر امروز با بکارگیری از زور و مردان مسلح می خواستند چوکی های معاونیت این نهاد را اشغال کنند. اداره آیسا بامداد روز چهارشنبه شاهد ورود ناگهانی ده ها مرد مسلح. این مردان مسلح سه تن را همراهی میکردند که از سوی وزیر تجارت و صنایع به حیث معاونان آیسا معرفی شده بودند. اما با واکنش کارمندان اداره حمایت از سرمایه گذاری ها روبرو شده. سرپرست آیسا میگوید که بر بنیاد قانون سرمایه گذاری ها معاونان آیسا از طریق رقابت آزاد و توسط رئیس اداره آیسا تعیین میشوند و معرفی معاونان آیسا از سوی وزیر تجارت خلاف قانون است. تا په دالیزو که تر څلورم پوړه پورې مساله کسان په زور باندې راننوت دي او اشخاص معلوم دي. دا په لیاس د خدای د څه رقم حکومت دی، د څه رقم نظام دی، د څه رقم پښتنه ده. از سوی مسئولان این اداره میگویند که تعیین معاونان آیسا از طریق رقابت آزاد کار رئیس آیسا و به منظوری رئیس جمهور انجام میشود و وزارت تجارت در این باره صلاحیت ندارد. ماده 6 قانون سرمایه گذاری خصوصی همه چیز را واضح ساخته. وزیر تجارت به عنوان عضو کمیسیون عالی سرمایه گذاری حق یک رای را داره، حق یک رای را داره و عضو کمیسیون است. در او کمیسیون 7 تن وزیر، 8 تن وزیر صلاحیت داره. آوردن اصلاحات یا تغییر در اداره آیسا به دلیل از این بوده که یکی از برنامه‌های 100 روزه وزارت تجارت صنایع بوده و به خاطر بهبود وضعیت سرمایه گذاری بوده که رئیس جمهور پلان 100 روزه ما را قبول کرده. وزیر تجارت صنایع رئیس کمیسیون عالی سرمایه گذاری و رئیس هیئت مدیره است. به دلیل از اینکه آیسا رئیس نداره، حق دارن که ما اونا را تغییر بدن. وزیر تجارت و صنایع در حالی که میپذیرد این سه تن را به حیث معاونان آیسا معرفی کرده است، اما از شیوه رفتن این سه تن به اداره آیسا اظهار بی‌خبری میکند. دلیلی که ما امو تغییرات آوردیم به می است که این تغییرات میایا و این تغییرات ان شاء الله عملی میکنیم و وقتی که تغییرات عملی شد باز اونها با یک طرح پیش میان و با طرح انشاءالله جایی که کارهای غیر قانونی شده باشه کلش جلوگیری میکنه. هرچند با مداخله اداره امور افراد تازه معرفی شده اداره آیسا را ترک کردند، اما رئیس آیسا میگوید که سیاسی ساختن پست ها در این اداره کار دارایی و موثریت این اداره را با خطر روبرو میسازد. پله د اداري سیستم د منځوري دغه کوم په برخه کې چې یا د قومي لحاظ یا د سیاسي لحاظ هغه اشخاص د معرفي کېږي، هغه اشخاص باید د معرفي شي چې هغه ملي وسی، هغه د ټولو خلکو با استعداد خلکو سي تجربه ولري. اگر باز کامری ته مشکل اونو مینه خو گفتم تا خیرتی است اشاره میکنی. در امینال مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری ها حضور مردان مسلح را در اداره آیسا بسیار خطرناک میدانند. برای بحث بیشتر محمد ابراهیم شمس سرپرست اداره آیسا اینجا در استودیو با ماست. خیلی خوش آمدین آقای شمس. تنش امروز در این اداره از کجا آغاز شد؟ خب بدون شک از اینکه
در این دو ماه گذشته اداره ایسا تمام کارهای اجراعات خود مطابق به اساسنامه اداره ایسا مطابق به قانون سرمایه گذاری به پیش برده و من حیث سرپرست اداره ایسا مکلف است استم که به تمام مراجع زیرک باید پاسخگوی باشم و مسئول استم که از تمام اصول و مقررات اداره پاسداری کنم و و و هیچ نوع مغایر قوانین هیچ نوع اعمالی که در مغایرت بر قوانین و مقررات باشه باید اجازه داده نشوه. به این خاطر چون مسئولیت دارم. دیگه همین موضوع بودن که خصوصا امروز یک سه نفر از طرف وزیر تجارت معرفی شدن به حیث در سطح رهبری اداره ایسا سه معاونیت داره. هر سه معاونیت به یک مکتوب میخواین که تبدیل بکنن که با مغایرت است به اساسنامه اداره ایسا با قانون سرمایه گذاری و ما این موضوع را کتبن برگشتاندیم رد کردیم با وزیر صاحب محترم تجارت که آیا پیش از این اطلاع به اداره شما آمده بود در مورد تغییراتی که امروز جنجالی شد؟ نه هیچ نوع اطلاع به اداره ما نرسیده بود و اداره ایسا طبق معمول روزانه کارهای خود با پیش می برد روی برنامه خود کار میکرد مصروف کارهای خود بودن یک دفعه می قسم موضوع بیرون آمد مکتوب آمد که تقریبا امروز واکنشاشون شما مشاهده کردن که بسیار تمام کارهای روزمره اداره ایسا را صدمه رساند موضوعات به موضوع بیرون رفت تمام سرمایه گذاری هایی که امروز از 8 بجه الا 1 بجه مراجعین می آمدن اونها نتوانستن که کارهاشون پیش بره دیگه به می خاطر این موضوع جنجال شد بازی موضوع ما مراجعه کردیم به اداره امور چون در رابطه خواستیم از اونا که اونا اینجا مداخله بکنن و می اشخاصی که آمدن به زور می خواهن که چوکی ها را بگیرن این یک تغییر معاونین خصوصا سرپرست به زور میگن آقای شمس به چه معناست حالا سخنگوی وزارت تجارت را شما شنیدین حرفایش را گفت این تغییرات و این تعینات به دلیل در راستای برنامه 100 روز کار آقای وزیر بوده و رئیس جمهورم این برنامه را مورد تایید قرار داده. ببینید اداره ایسا خصوصا شخص خود ما یا معاونین دیگر هیچ نوع مشکلی یا هیچ نوع مخالفت با اصلاحات و با ریفورم نداره. امروز تمام کشورهای جهان پیشرفته هم برنامه اصلاحی و ریفورم خود داره. پس این درگیری که امروز خاطر در ای خاطر ناشی از چیه؟ این ناشی از این بودن که اینا خلاف قوانین این صلاحیت رئیس اداره ایسا است که باید در تعیین معاونین خود عمل بکنن تعیین بکنن وزارت میگه که این اداره تا هنوز رئیس نداره به همین دلیل وزیر رئیس هیئت مدیره هم است و حق هم داره حالا سخنگوی وزارت را شما اظهاراتش چون میگه وزیر حق داره چون این کار خب ببینن این تعریف از خود سخنگوی وزارت تجارت است که این موضوع را به میشکل تعریف کرده ما موضوعات میگیم که در اساسنامه آمده در اساسنامه آمده زمانی که رئیس نباشه معاون بخش سرپرست اداره است و از تمام موضوعات سرپرستی میکنه وزیر تجارت من حیث عضو کمیسیون سرمایه گذاری به یک مکتوب سه معاونین رهبری اداره ایسا را نمیتونن که پس کنند اگر این موضوع بسیار زیاد اجالتا می بود اینا بسیار زیاد سعی با فشاری میکردن بسیار مناسب بود که پیشنهاد میکرد بر ریاست جمهوری منظوری میگرفت که ما در یک وقت عرصه معاونین اداره ایسا را ما برطرف میکنیم ای ایسا را به سرپرست میمانیم ای ایسا را ما به شکل میخواهیم که به چه شکل باید پیش بره من حیث ازی که ما مسئولیت بخشای اداری را داریم بخشای انکشافی را داریم بخشای خصوصا بخشای مالی اداره ایسا اداره ایسا از خود دارایی داره از خود حسابات داره ای به هیچ صورت به این مکاتب ما حاضر به این نیستیم که چون مسئولیت ما از حفظ دارایی ایسا حفظ تمام اجراءات روزمره ایسا به این شکل غیر قانونی به یک نفر اگر ما ای را بسپریم لیکن این نتیجه نمیده به می خاطر ما مسئولیت است ما مسئولیت ماست که الا تقرر اداره رئیس ایسا و یا حکم رئیس جمهور از طرف موضوع بر ریاست جمهوری رفته هر فیصله که ریاست جمهوری مطابق به قوانین کرد ما مشکل نداریم پس شما این کار آقای وزیر را چگونه میبینید ما باز هم پیشنهاد میکنیم که این موضوع را ما کتبن نه فکر میکنین که پس اگر وقتی این را غیر قانونی میخوانین اقدام را فکر میکنین به چه دلیل آقای رسا چنین تصمیمی را گرفته خود دلیل شاید پیش خودش زیاد روشن باشه لیکن ما این را بر اساس قوانینی که پیش خود اداره ایساس ایسا بر اساس قانون سرمایه گذاری بر اساس اساسنامه اداره ایسا بر خب اساس این وزارت استدلالش این است که برای بهبود در کار این اداره چنین تصمیمی را گرفته ببینید بهبود موضوع جداست اصلاحات موضوع جداست
اجراءات عجولانه غیر قانونی یک موضوع جداست. کاری که امروز صورت گرفته خلاف اساسنامه اداره ایساس، خلاف قانون سرمایه گذاری است. دو صراحت دارد ماده 8 اساسنامه اداره ایسا که تعیین تقرری معاونین، مشاورین، رؤسا، کارمندان تمام از صلاحیت رئیس اداره ایساس که در اونجا وضاحت داره. دیگه به مو اساس ما تقاضای ما امی است که موضوع مطابق به قوانین، مطابق به اساسنامه و پیش بره. هیچ شخصی در اداره ایساس معاونین گرفته تا پایین نمیخواد که غیر قانونی در اونجا باشه و مجاز هم نداره که باید باشه. لیکن اگر ریفورم، اگر اصلاحات، ما طرفدار اصلاحات هستیم. نظام ما، حکومت افغانستان نیاز به اصلاحات در تمام بخش‌های خود داره. ما طرفدار زی هستیم. اداره ایسا در سالهای گذشته همه چیغه میزنه که باید در ادارات اصلاحات به تا سرمایه گذاری به پیش بره، تا تشبث به پیش بره. این نیازمندی اصلاحات تمام وزارتخانه، تمام ادارات داره. ما به این متکی هستیم و ما به این متحد هستیم که اصلاحات باید بیاید. اصلاحات امروز نیازمندی نه تنها از افغانستان بلکه در منطقه، در جهان یک شیوه است که تمام کشورها اصلاحات خود میارند. لیکن ای از اصلاحات باید تعریف غلط نشه، از اصلاحات باید این تعریف نشه که ما اصلاحات میاریم در سطح اداره تمام معاونین باید ما پاس بکنیم، ما اوس بکنیم. اگر فکر میکنین نیاز نیست تا یک بازبینی صورت بگیره در مورد ترکیب این اداره، بدون شک هیچ مشکل نیست، هیچ مشکل نیست. لیکن اصلاحات، ببین اصلاحات موضوع جداست، قانون مقرر جداست. این کاری که امروز شده در راستای اصلاحات نبوده؟ نه، ایره ما اصلاحات نمیگیم، ایره این کار را که امروز کرده خلاف قانون کار شده، این اصلاحات نیست، این خودش در اصل یک فساد است. ما ایره به این شکل تعریف میکنیم. اگر شما میگید وزیر تجارت دست به یک فساد زده، ما ایره به این تعریف میکنیم که هر عملی که خلاف قانون و مقررات باشه ای در ذات خود غیر قانونی است. خب آقای شمس، حالا حضور افراد مسلح سوال برانگیز است، کی بودن این افراد و از دو طرف ظاهرا افراد مسلح وجود داشتن؟ خب از طرف اداره ایسا، خب ما اونجا قطعی از محافظت عامه در اونجا توظیف است به خاطر امنیت اداره ایسا. پس این افراد اداره چی میکردن؟ این افرادی که اون شما خودشان شاهد هستین، از طریق مطبوعات هم نشان داده شد که افراد امی اشخاص سه نفر که تعیین شدن، اینا به این اساس که خب بیان اینا دیگه ما میریم چوکی‌ها را اشغال میکنیم، ما اداره را قبضه میکنیم، ما باید مسلح بریم. تقریبا در حدود 13-14 موتورای ضد زره بودن و دورنجر دولتی بود و تقریبا نزدیک به دهاتن افراد غیر مسلح که در داخل اداره ایسا بودن، حتی در دالیزایشان میگشتن که ما خودم شاهد بودم که ما رو گفتیم که شما از دالیزا برن، مثلا اینجا چی میکنین اگه برخورد شوه؟ جواب زیر کی میته؟ هر نوع تغییر که میاره خود یک پروسیجر داره، خب از خود یک مکانیزم داره. اداره چی میکردن که این افراد وارد ساختمان شدن؟ خب به هیچ صورت ما خصوصا خود ما امی پروسیجر، امی مکانیزم یا اجازه زیر نمیده که باید افراد مسلح داخل اداره ایسا شوه. ولی چگونه شدن؟ لیکن ای حال از خود زی بیانگر زمی است که این مردم ها به زور داخل شدن. این مردم ها از محافظین اداره شما چی میکردن؟ خب محافظین باید اجازه نمیدادن. ولی چگونه اجازه دادن؟ ما محافظین پرسان کردیم، محافظین امیال از نو سوال شده که باید شما چرا با چی دلیل وقتی که شما مسئولیت زیر دارن که هیچ نوع مسئله داخل اداره نشوه، زمانی که داخل اداره میشه باید دلیلش روشن شوه که یا به چی دلیل به داخل اداره ایسا رفتن. سپاسگزار از شما محمد ابراهیم شمس، سرپرست اداره ایسا. تشکر، ممنون از حضورتان. مجلس نمایندگان فراخوانی مشاور امنیت ملی و بررسی امضای تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی کابل اسلام آباد را از آژندای این مجلس بیرون کرده است. شماری از نمایندگان با انتقاد از هیئت اداری مجلس میگویند در حالی مجلس یک روز پیش فیصله کرد که مشاور امنیت ملی باید به مجلس حضور یابد و به پرسش های نمایندگان مردم پاسخ بگوید، اما اکنون این فراخوانی کنار گذاشته شده است. بیرون کشیده شدن فراخوانی مشاور امنیت ملی و بررسی امضای تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی میان کابل اسلام آباد از آجندای مجلس انتقادهای بسیاری از نمایندگان مردم را برانگیخته است. مجلس نمایندگان به روز دوشنبه فیصله کرده بود تا محمد انیف اطمر مشاور امنیت ملی، رئیس عمومی امنیت ملی و معاون این ریاست که این سند را امضا کرده است به مجلس بیایند، اما این آجندا به یک بار از سوی هیئت اداری در نشست کمیته رئیسان این مجلس بیرون کشیده شده است. پیمان امنیتی با پاکستان مسئله حیاتی ملی است. فیصله کردن همیتون که بعد آجندا گرفته شود. قبل از او موادش نیامده بود، از لحاظ حقوقی میگفتین که یک چیزی عدم باشه، سر از او به اثبات یا به عدم حکم کردن جواز نداره. ما به می قناعت کردیم، خیلی بیان مسئولین بیان امو مواد را برای ما بگن، بعد از سرش فیصله میکنیم، تصمیم خود را میگیریم. سر از باز چی معامله شد؟ تا
13 جوزا رو خویره نگرفتین در آجندایتان، چرا؟ رئیس صاحب چه وقت که اوشه پر طول تالار که عمومی وکیل صاحبان پیسله وی که چه باید داخل اگر دعوت سی او تا پامنامه تالار تراوری اگا چنگ که دلیسی چه بیا پا کمیتای روسا که پر اگا بانی پیسله کیجی او اگا بیت دا اجنده سخی استل کیجی. این نمایندگان میگویند که قرار بود این سند به روز دوشنبه برای گیری گذاشته شود و انتظار می رفت که همگان آن را رد کنند، اما همان روز هم رئیس این مجلس این موضوع را به گونه کنار زد و نشست را با شتاب زدگی پایان داد. کمیسیون مشترکی که دایر شد، ما خواهان ملغای امی تفاهم نامه‌ای که شده بود. رئیس استخبارات آیسای پاکستان میآید در کابل در ارگ ریاست جمهوری میره و در اونجا فقط امرای دو نفر ملاقات میکنه، بیرون میشه میبره پس میره. رئیس استخبارات افغانستان خبر نمیشه. بعد از دو روز این تفاهم نامه امضا میشه. اما اکنون معاون اول مجلس میگوید که برای گنجانیدن این موضوع در آجندای مجلس امضای 20 نماینده نیاز است. تاسو کولی شی چشل امضاگان را غونډ کړی او دا موضوع رسمن پا اجندا کې شامل کړی. امشب هم کاخ ریاست جمهوری میزبان شماره از نمایندگان خواهد بود. من فکر میکنم ارگ میخواید ترمیم بکنه و میزان بالای افکار منفی که در قسمت امضای موافقتنامه امنیتی وجود داشت و افکار عمومی که واقعا یک عکس العمل بسیار شدید را نشان دادن، اما این ترمیمات نتیجه نمیده. پس از افشا شدن امضای تفاهم نامی تبادل اطلاعات استخباراتی میان کابل اسلام آباد، سر و صداها و انتقادها درباره امضای این سند و نیز دستبرد در این سند هر روز در مجلس نمایندگان وجود دارند. دیده شود که این مجلس با این سند چه برخورد خواهد کرد. در بسیاری از بخش‌های ناامن کشور که مکتب‌ها فعال نیستند، مقام‌های پیشین وزارت معارف با دادن آمارهای نادرست از مکتب‌ها پول‌های هنگفتی را حیف و میل کردند. وزیر معارف می‌گوید که مقام‌های پیشین وزارت شمار مکتب‌های فعال را به کمک کنندگان بیشتر از آنچه بوده گفتند و اکنون این فریبکاری وزارت معارف را با چالش‌ها روبرو ساخته است. وزیر دولت در امور پارلمانی. وزیران معارف و تحصیلات عالی از بحر نابسامانی ها در نظام آموزش و پرورش و نیز در نظام تحصیلات عالی کشور بر روز چهارشنبه به مجلس نمایندگان فراخوانده شدند. نبود و یا کمبود ساختمان برای نزدیک به 50% از مکتب ها، شیوه های غیر معیاری و نابرابر در نظام آموزش و پرورش و ارائه خدمات نامتوازن از چالش های هستند که وزیر معارف به آنها اشاره می کنند. واقعا در بعض مناطق ناامن مکتبا وجود نداره، ولی امکاناتش، امتیازاتش، پول چوب مکتبش، پول معلمش و چی گرفته میشه. در این میان وزیر تحصیلات عالی میگوید که مداخله زورمندان محلی و نمایندگان شوراهای ولایتی باعث شدن تا آزمونهای ورود به دانشگاه ها امسال به گونه شفاف برگزار نشود. مداخلات زورمندای محلی، تعداد وکلای محترم شورای ولایتی و افراد دیگری که واقعا مستقیما اینا مداخله میکنن. شمار از نمایندگان از پایین بودن سطح آموزش و کارگیری شیوه های کهنه و نابرابر با معیارهای پذیرفته جهانی در آموزش و نبود مکتب ها انتقاد می کنند. ارتقای نیمه سال، توزیع فرمه کنکور، ارزیابی که شش ماه می روه، اینا در بدل پول هست نه در بدل شایستگی. در این نشست نزدیک به 60 نماینده پرسش های را از این مقام ها مطرح ساختند. اما جالب اینجاست که در هنگام ارائه پاسخ ها بیش از 15 نماینده در نشست حضور نداشتند و این مقام ها پاسخ ها را به کرسی های خالی گفتند. در یک حمله تهاجمی هراس افغانان شب گذشته بر مهمانخانه هیتل در وزیر اکبرخان کابل 4 مهاجم کشته شدند. فرمانده پلیس کابل میگوید که در این درگیری 6 ساعته به نظامیان و غیر نظامیان آسیبی نرسیده است. این حمله ساعت 11 دیشب بر مهمانخانه هیتل آغاز شد و تا 5:30 دقیقه بامداد ادامه یافت. طالبان مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. شماری از باشندگان ولایت بغلان در اعتراض به برکناری ژنرال امین الله امرخیل فرماندهی پلیس بغلان تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان میخواهند که آقای امرخیل دوباره به کار گماشته شود. آنان که شارای کابل مزار را برای چند ساعت برای رفت و آمد بسته بودند میگویند که ژنرال امین الله امرخیل چهره ضد طالبان است و با برکناری وی
ناامنی ها در این ولایت افزایش یافتند. تا لحظات دیگر. از دستگاه های پوشیدنی تا موتر بدون راننده و پرنت سه‌بعدی در نمایشگاه جهانی الکترونیک در شانگهای چین. باز هم خوش آمدید. آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان برای پنجمین سال پی هم در صدر فهرست 100 زن قدرتمند جهان در مجله فوربس قرار گرفت. بر بنیاد رتبه بندی مجله آمریکایی فوربس، هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری آمریکا دومین زن قدرتمند جهان است و ملیندا گیتس همسر بیل گیتس در رده سوم قرار گرفته است. رئیس بنیاد بانکداری فدرال آمریکا، مدیر عامل شرکت جنرال موتورز، مدیر صندوق جهانی پول، رئیس جمهور برزیل، مدیر اجرایی فیسبوک، مدیر عامل شرکت یوتیوب و نخست بانوی آمریکا در رده های چهارم تا دهم جا گرفتند. در این رتبه بندی سالانه رهبران جهان، بازرگانان و ستاره های هالیوود بررسی می شوند. نمایشگاه جهانی الکترونیک برای نخستین بار در شهر شانگهای چین را اندازی شد. در این نمایشگاه دستگاه های پوشیدنی، پرنت سه‌بعدی، یک خانه هوشمند، ربات ها، ابزارهای الکترونیک و یک موتور بدون راننده به نمایش گذاشته شدند. هند از پاکستان میخواهد فعالیت های خصمانه‌اش را در برابر دهلی نو متوقف سازد. وزیر داخله هند میگوید اگر پاکستان به دنبال آسایش است باید با همسایه هایش روابط خوب داشته باشد. راجنوت سینگ وزیر داخله هند برای دفاع از کارکردهای یک ساله نخست وزیر این کشور به روز چهارشنبه به ایالت شمالی جمو و کشمیر رفت، جایی که او از سیاست‌های پاکستان در قبال کشورهای دیگر در منطقه سخت انتقاد کرد. راجنوت سینگ میگوید که پاکستان باید با همسایه‌هایش روابط خوب داشته باشد. پاکستان اگر اپنا بھی بڑا چاہتا ہے تو اپنے پڑوسی دیشوں کے ساتھ بہتر رشتے بناتا ہے. اگر پاکستان به دنبال آسایش است باید با کشورهای همسایه روابطش را خوب کند. پاکستان باید فعالیت‌های خصمانه را در برابر هند متوقف سازد. وزیر داخله هند به دعوت ناریندرا مودی از رهبران تمامی کشورهای منطقه برای شرکت در مراسم تحلیفش اشاره می‌کند و می‌افزاید که هر بار دهلی نو به سوی اسلام آباد دست دوستی دراز کرده است، پاسخ مثبت نگرفته است. آتال بهاری واجپایی نخست وزیر پیشین به سوی پاکستان دست دوستی دراز کرد، اما پاکستان پاسخ مورد نظر را نداد. در همین حال خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که سازمان‌های استخباراتی هند با هراس افغانانی که در پاکستان فعالیت دارند رابطه دارند. خواجه آصف میگوید که هند از طالبان پاکستانی و شورشیان جدایی طلب در ایالت بلوچستان پشتیبانی میکند. نظامیان هند و پاکستان پس از آزادی این کشورها از بریتانیا در سال 1947 میلادی سه بار با هم درگیر شدند که دو بار آن بر سر موضوع کشمیر بوده است. تا لحظات دیگر. کشت 140 تن پیاز زعفران امسال در افغانستان. باز هم خوش آمدید. و 140 تن پیاز زعفران امسال در کشور کشت شده است. وزارت زراعت و آبیاری میگوید که این مقدار پیاز زعفران در 23 ولایت کشت شده و قرار است که سال آینده کشت زعفران به 26 ولایت گسترش یابد. و نگاهی دیگر به چند خبر. مجلس نمایندگان فراخوانی مشاور امنیت ملی را در پیوند به تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان از آژندا بیرون کرده است. وزیر معارف میگوید مقام های پیشین وزارت معارف با دادن آمارهای نادرست از مکتب ها پول های هنگفتی را حیف و میل کرده. و آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان باز هم به عنوان قدرتمندترین زن جهان شناخته شد. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه‌تان خوش.